بله خطو تو بان سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و سلامت باشید. امروز تاریخ 8 فروردین ماه سال 1403 و این ویدیو رو در حوالی ساعت 6 داریم براتون تهیه میکنیم از دریاچه چیتگر یا همون دریاچه شهدای خلیج فارس که مردم میشه به دریاچه چیتگر میشناسنش و فوق‌العاده است. به قولی هوای تهران عالی شده این روزا و خب خود چیتگر همیشه توی یک منطقه بوده که بهترین آب و هوای تهران رو داشته، دیگه چه برسه به این که الان حتی جنوبی ترین نقطه تهران هم آب و هواش خوبه. پس 100% چیتگر تو بالاترین لول آب و هوایی قرار داره و بسیار 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 زیبا شده و این پوشش گیاهی دور تا دور بوستان جنگلی چیتگر و این برج هایی که دریاچه رو احاطه کرد و خود دریاچه زیبا و حالا نقطه ساحلیش که بهش میرسیم خیلی فوق العاده شده و این ویو بسیار بسیار دیدنی درست کرده. مجموع این ویژگی هایی که بهتون گفتم که مهمترینش بحثم آب و هوای روز تهرانه و اومدیم اینجا یکم قدم بزنیم با هم دیگه. مسافرها اومدن اینجا از شهرستان مختلف که تهران گردی بکنن، یا خود تهرانیایی که تهران موندن و به شهرستان نرفتن امسال و میخوایم بین مردم قدم بزنیم، کیف بکنیم، آرامش بگیریم، آرامش رو انتقال بدیم بهتون و کنار هم دیگه باشیم چند دقیقه. تصمیم گرفتم بعد از ظهر رو برای ویدیو انتخاب بکنم، احتمال دادم که شاید هم یه مقدار شلوغ‌تر باشه، هم اینکه اون غروب آفتاب رو براتون ویدیو بگیرم که آفتاب داره غروب میکنه و یک صحنه خیلی قشنگ پشت ابر داره رقم میزنه، یه جوری خورشید به حالت عسلی شکل در میاد و این رنگش رو خیلی من دوست دارم. مردم دور تا دور اینجا حالا یا ورزش میکنن یا پیاده روی انجام میدن و صحبت میکنن و یه سری بوفه ها و یه سری فست فودی ها و نوشیدنی ها هم اینجا وجود داره که ازش استفاده میکنن، خرید میکنن مردم و قایق اینه که با پا حرکت میکنن فکر میکنم داره و حالا اجاره میدن مردم، نه قیمتش چجوریه فکر میکنم 15 دقیقه نیم ساعته حساب بشه و حالا مردم سوار میشن و داخل آب با هم دیگه با حالا اون خانواده شون فکر میکنم ظرفیتش 4 نفره باشه سوار میشن و حالا یه سری برنامه ها داره اینجا مثل شهر بازی کوچیکی که تدارک دیدن و مردم استفاده میکنن ازش و حالا برنامه های دیگه. این دریاچه در منطقه 22 تهران و به صورت مصنوعی ساخته شده و مساحت این دریاچه حدوداً 130 هکتاره و در مجاورت اون 120 هکتار مجموعه تفریحی نیز در پهنه خشکی ایجاد شده که خدمتتون عرض کردم. طراح این دریاچه مهندس هادی اخوانه که مجموعه مرکز خرید قلب شهرستان شهر اصفهان رو هم ایشون ساخته و دریاچه چیتگر هم بخوایم از لحاظ محدوده‌ای براتون بگیم در شمال پارک جنگلی چیتگر قرار گرفته و خود حالا پارک جنگلی چیتگر کلی دیدنیه، کلی لذت بخشه و مردم خیلی هاشون تا اینجا میان حتی میرن توی بوستان جنگلی اصلا دریاچه نمیان اینقدر که خوشگل و قشنگ و زیباست. و جنوب دریاچه هم بزرگراه شهید همدانیه، شمال اونم به بزرگراه همت، شرق اونم به بزرگراه آزادگان میرسه و از غرب به بافت مسکونی منطقه 22 شهرداری تهران محدود میشه که بافت کاملا مدرن و برج سازی بیشتر و آینده بسیار درخشانی هم داره.
منبع تامین آب دریاچه چیزگر هم رودخانه کنه. خیلی جالبه که بدونید دریاچه چیزگر حالا درسته جدیده و توی چند سال اخیر ساخته شده، اما طرحش برمیگره به سال 1347 و اون موقع هم حتی مساحتش هم تخمین زده بودن که توی غرب تهران میخوان همچین دریاچه بسازن، اما خب حالا دلایل مختلف شاید مثل بودجه و این چیزها به تعویق افتاد. یه بعدش از سال 1382 مطالعاتشون رو شروع کردن واسه این طرح، در نهایت در سال 1392 اولین فاز دریاچه ساخته شد. حتما با ما همراه باشید به خاطر اینکه ساحل سنگم می‌خوایم براتون ویدیو بگیریم، جایی که بتونیم به اردکا نزدیک بشیم و یه حس و حال مقولی دریا رو با آدم میده، چون یه خورده این موجه خیلی کوچولویی هم داره دیگه و حالا اونجا با هم دیگه قدم میزنیم و کل دریاچه رو امروز براتون ویدیو میگیریم. از طریق ایستگاه مترو چیتگر هم میتونید به دریاچه بیاید و فکر کنم بعدش باید تاکسی هم سوار بشید و اینکه بخواید از طریق ماشین شخصی هم به اینجا بیاد کافی فقط نقشه‌تون بزنید دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج فارس و شما به پارکینگ اینجا هدایت میشید.
Thank you.